قدرت غیر شخصی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد. این روزها در گوشه و کنار افغانستان ندای صلح‌خواهی سر داده می شود، ندایی که بیشتر تاکید بر آتش‌بس دائمی و سرتاسری و از طرف دیگر تاکید بر آغاز بیدرنگ مذاکرات بین الافغانی دارد. از همین رو حرکت صلح ملی در هرات با راه اندازی یک گرد همایی اعتراضی حکومت و پیکر جان طالب را به بهانه تراشی و سنگ اندازی در روند صلح افغانستان متهم می کند. بین الافغانی مذاکرات به جر تر جر شروع سی سه چه ولس غواړي د غزمو حرکت دغه دی چې وروره ولی د سولې پروسه ونی وځنیده اولی په سولې کې ممانیتونه دي هغه کم ځنډ یا کم ممانیتونه چې دي خندونه چې دي هغه نه منو باید مذاکرات جر تر جر د خیر شروع سي او د مخه دی وربند وسی بعد غسه بین الافغانی مذاکرات شروع سي فرزي سول به درازا کښې شو و از طرف دولت و از طرف گروه طالبان فیلن که اگه سول هم جریان داره مبهمه، برای ما مردم عیان نیه و مردم در این پروسه سول شریک ساخته نمیشن و مردم هم در حراس هم که منافع خانم ها چی میشه، منافع جوان ها چی میشه و نقش جوان ها و نقش زن ها و نقش تا مردم در این پروسه دیده نمیشه. اعضای شرکت کننده در این حرکت میگویند هیچ یک از طرفین مردم را پیرامون پیشرفت‌های به دست آمده در روند صلح آگاه نساختند. این افراد تأخیر در روند مذاکرات بین الافغانی صلح را نگران کننده خوانده و از طرفین میخواهند تا با آغاز مذاکرات و برقراری آتش‌بس آرامش را به مردم هدیه کنند. صلح خدا دوست داره، پیامبر دوست داره، ملت به ستو آمده، ملت از این چوکی طلبا که هر که هسته به هدف خود ملت پشتی نمیگرده، امروز چوکی خود حفظ میکنه. ما ملت به ستو آمده، ملت رای نداره که از افغانستان خارج شود. هر روز ملت کشته میشه، ملت هدف تیرو چی تعمیه از اینا قرار میگیره. یعنی ما خواهشمندیم از دو جانب کسی که در پیشرفت افغانستان قدم میزنه خدا او را فیروز کنه، و کسی که برای نابودی، برای چی افغانستان قدم میگذاره، برای چوکی و ریاست خود، خدا او را نابود کنه. از هر دو طرف بندی ها قراری که بود بندی ها آزاد شده، هر چی عاجلتر آتش بس صورت بگیره، مسائل صلح یعنی بین الافغانی به مابین بیارن، پیشتر این موضوع صلح به درازا نکشن. اعضای حرکت صلح ملی تاکید دارند که برای آغاز مذاکرات بین الافغانی نیاز است تا آتش‌بس تأمین شود، چرا که مردم از جنگ خسته شدند. این افراد مدعی‌اند که تمام موانع از سر راه صلح در افغانستان برداشته شده و دو طرف باید تمرکزشان را نسبت به این روند معطوف سازند. این در حالی است که گزارش‌های متعددی از اتمام روند تبادله زندانیان میان دولت افغانستان و پیکر جان طالب شنیده می‌شود و این احتمال وجود دارد که به زودی مذاکرات بین‌الافغانی آغاز شود.